در بسیاری از موزه های به نام جهان آثار با ارزشی است که از سراسر جهان به دیدن آنها می آیند و شهرت و افتخار موزه ها به داشتن این آثار بسیار گرانبهاست. آثار تاریخی و باشکوه ایران نیز در میان شاهکارهای جهان می درخشند. فرش های ایرانی، دسترنج و افتخار هنرمندان ایرانی در میان آثار با ارزش موزه ها درخششی چشمگیر دارند. بسیاری از کاخ‌های باشکوه جهان با فرش‌های ایران تزیین شده‌اند. گالری فرش توسی در قلب لس‌آنجلس موزه‌ای است از فرش‌های استثنایی و با ارزش ایران. ۱۰۸۲۵ سانتا مونیکا بولوارد، لس‌آنجلس، کالیفرنیا 925. شماره تماس 310-44-10-100. پزشک شما بهتر است دوست شما باشد. دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد. 435 نورت بدفورد درایو، سویت 310، بیورلی هیلز، کالیفرنیا 90210. شماره تماس 310-858-1800. فرش توسی تقدیم می کند. شازده خانوم و آقای وزیر. خانم، من میتونم به شما یک وکیل ارزان قیمت خیلی خوب معرفی کنم. مگه طلا خرجش زیاده؟ بله خانم، اینجا آمریکاست، خرج همه چی زیاده. یعنی کاری که دست وکیل بیفته بالاخره خرجش زیاده. اما شما اصلا نگران خرجش نباشید. چطور؟ من کسی رو میشناسم که وام طلاق میده. وام طلاق؟ بله، اینجا آمریکاست، مملکت بدهکاری خانم. وام همه چی میدن. شما کردیتتون چطوره؟ چه میدونم والا، هرچی کردیت کار داشتم شوهرم پر کرد. اصلا نگران نباشین خانم، کردیتتون اعتبارتونم خراب باشه، من کسی رو میشناسم که پاکش میکنه، میشوره، تمیز میکنه، میذاره کف دستتون. شازده خانم، شازده خانم، چه اسم قشنگیه. نام مستعاره؟ هم بله هم نه. این اسم شوهرم روم گذاشت. اول ازدواج چون آدم شیک پوشی بودم و یا به قول خواهر شوهرم دماغ سر بالا، شوهرم صدا میکرد شازده خانم. البته خوب یه جوری صدا میکرد که کمپلیمان بشه، شازده خانم. شازده خانم، بله میفهمم، یعنی فدای خانومم شم که مثل شازده خانم هاست. بله، 4-5 سال که از زندگیمون گذشت همین شازده خانم عاشقانه شد آمرانه. شازده خانم حالا تازگی ها یه جوری به من میگه شازده خانم که از صد تا ناسزا بدتره. شازده خانم. بله شازده خانم هم شازده خانم های قدیم. اوایل ازدواج هر موقع پول میخواستم
گفت چاسه خانم، جانم، عزیزم، چقدر لازم داری؟ اما حالا اگه بگم پول، صداشو کلوف میکنی، میگه چاسه خانم ندارم، چند دفعه بگم ندارم. این کلمه ندارم فقط مال خونه شما نیست، این روزا اغلبه مردا به خانماشون میگن ندارم خانم، منتها اسم عوض میشه. شازده خانم ندارم، مهری خانم ندارم، پوری خانم ندارم، اطرت پدر سگ ندارم. هر موقع هم که از دست پسرمون عصبانی میشه ها، به من میگه ملک مادر، جلوی پرنستو بگی. معلوم میشه تمام خانواده شما شازدن. همه که نه، تنها چیزی که به شوهرم و اون مادر و خواهرش نمیاد شازدگی. به آقازاده چی؟ آقازاده شازده هستن؟ قربونش برم، شازده زورگویه. میدونین خیلی اخلاقش هم به من رفته، همچین خوش اخلاق و باهوشه. آره، معمولا وقتی بچه ها خوش اخلاق و باهوشن به مادر میرن، وقتی که بد اخلاق و خنگن به پدر پدر سوختشون میرن. همین هم هست. خب حالا این آقازاده، این شازده چند سالشون هست؟ رفته تو 16 سال. 16 سال؟ بله. فرمودین رفته تو 16 سال؟ اصلا به شما نمیاد که پسر رفته تو 16 سال داشته باشه؟ خب من خیلی جوون بودم که ازدواج کردم. آره، معمولا خانمای ایرانی تو سن و سال پایین ازدواج میکنن، اما بعضی از خانمای ایرانی اصلا، البته مقصودم به شما نیست، همینطور که سن بچه هاشون میره بالا، سن ازدواجشون میاد پایین. خانم ها دوست ندارن سنشون بره بالا، اشکالی داره؟ ولی ما مردم دوست نداریم بره بالا، ولی خودش هم میره بالا. خب حضرت آقا، اسم جنابالی چیه؟ از زیارتتون خوشبختم خانم. خب بفرمایید اسمتون چیه؟ اسم امروزم از فضول، خوشتیپ جذاب. مثل که خیلی از این اسم خوشتون اومده. کدوم مردیه که از فضول، خوشتیپ جذاب خوشش نیاد؟ حتی فضول؟ شما خوشتیپ و جذابشو قبول کنین، فضولشو من قبول میکنم. حالا بفرمایید بگید اسم واقعیتون چیه؟ والا اسم واقعی من هست وزیر، آقای وزیر. وزیر؟ شما واقعا اسمتون وزیره؟ اینم مثل اسم شما یک نام مستعاره. حالا شما چرا نمیخواین اسم واقعیتون رو بگین؟ به دلایل امنیتی. آو، پس شما یه مرد سیاسی هستین؟ هم بله هم نه. گفتم که در این 18 سالی که تو آمریکا هستم، من تا به حال 88 شغل عوض کردم. اولین شغل من و بسیاری از دوستانمون در خارج از کشور سیاست بود. به اتفاق گروهی از دوستان یک کابینه در تبعید درست کردیم، دولت در تبعید. یک نخست وزیر داشتیم، چند تا وزیر، منم یکی از وزرا بودم. البته بعد از مدتی به هم خورد، چون احتیاج کمک مالی داشتیم، کسی به ما کمک نکرد. به چند تا از سفارتخونه هم خانم تلفن کردیم، گفتن دوستان در اروپا پولا رو گرفتن خرج کردن، دیگه به شما نمیدیم. خب بعد کابینه در تبعید به هم خورد، اما اسم وزیر روی من موند. از همون موقع همه منو وزیر صدا کردن. خانمم هم منو صدا میکنه آقای وزیر. خب پس در واقع شما رئیس خونه هستید. بله، رئیس خونه منم، اما دستورات خانم میدم. همین هم باید باشه. اما این روزا خانم من یک جوری به من میگه آقای وزیرا. خانم از صد تا ناسزام بدتر. کثیفه؟ نگاش کنین دیگه، لباساش کثیفه، حموم نرفته، اودوکولون نزده، ریشش بلند و کثیفه. اصلا من نمیدونم چرا به این آدمای ریشمون الرژی دارم. حالا ما نمیدونستیم که یه ولگرد توی پارک باید به خودش اودوکولون بزنه. خانم من آدمایی رو میشناسم که روزی 6 بار صورتشون رو 6 دقیقه میکنن، روزی 7 بار دوش میگیرن، لباس آخرین مدل تنشون میکنن، اما آدمای کثیفی هستن. بله، اما ظاهرشون حال آدم به هم نمیزنه. ظاهرشون بله، ولی وای به حال باطنشون. خب چشم ظاهر رو میبینه. ظاهر رو دیدیم که این بلا سرمون اومد. اگر باطن بعضی ها رو دیده بودیم، شاید امروز آواره قربت نبودیم خانم. خب آدم چجوری باطن رو ببینه؟ من الان ظاهر شما رو میبینم، چه میدونم باطن چجور آدمی هستی؟ آخرش هم ما نفهمیدیم شما چه کاره اید. فضول، خوشتیپ و جذاب. تنها چیزی که بهتون نمیاد خوشتیپی و جذابیتی. فضول چی؟ فضول چی؟ اگه بهتون بر نمیخوره، این یکی کاملا برازندتونه. وزیر چی؟ آقای وزیر. وزیر کدوم مملکت؟ وزیر همون مملکتی که شما شازدشه. خدا رو شکر، اقلا توی غربت یه شازه و یه وزیر داری. یه شازه؟ یه وزیر؟
چیزی که توی غربت فراوونه شازده و وزیره، آدم معمولی نداریم خانم. همیشه با خودم فکر کردم اگه یه روزی برگردیم تو مملکت با این همه شازده و وزیر باید چه کار بکنیم. برو خدا بحثامونو فقط سیاسی نکنیم، من بعد از کافی بر خودم دردسر دارم، دیگه دردسر سیاسی نمیخوام. این سیاست چیه که همه ازش وحشت دارن؟ هلو، may I talk to doctor please؟ خانم دکتر شما هستین؟ ببخشید من دفعه اول نشناختمتون. آخه بعضی از این سکرتورها همچین با ارباب رجوع صحبت میکنن، نگاه که میخوان محاکمش کنن. شما که خواهش میکنم خانم دکتر، شما همه کاره دفتر آقای دکتر هستین. قربون شما، ایشالا که یه فرصتی بشه که دور هم جمع بشیم. خیلی ممنون. ببخشید آقای دکتر هستن؟ بله گوشی دستم. ببخشید خانم که فضولی میکنم، خانم آقای وکیلم میتونه کار شما رو انجام بده. خیلی از وکلا همه کارشون خانمشون هستن. البته تو این غربت دیگه خانما همه کاره هستن، آقایون فقط به کار خونه‌داری میرسن. من یه موقع پیش یه وکیل مکزیکی کار میکردم خانم، که خودش 100 تا دیپلم و لیسانس داشت اما همه کارش خانمش بود. خانمش بود که تصادفیا رو قطار میکرد، بهشون یاد میداد کجای کمرشون رو بگیرن، چه جوری خودشون به موش مردگی بزنن، چه جوری تو دادگاه قش کنن. الو آقای دکتر، ببخشید من اینقدر مزاحمتون میشم. به خدا میدونم که کار دارید، ولی خب چیکار کنم، کار منم فوری. بله منوچهر، نظر منوچهر چیه؟ ولی من کاری به کار منوچهر ندارم. خانم اینجا یک مملکت آزاده، زن شخصا میتونه تقاضای طلاق بکنه، به منوچهر خان چه مربوطه؟ اینجا یک مملکت آزاده، زن شخصا میتونه تقاضای طلاق بکنه، به منوچهر چه مربوطه؟ خانم اینجا حقوق زن و مرد مساویه، به منوچهر خان چه مربوطه؟ اینجا حقوق زن و مرد مساویه، اصلا به منوچهر مربوط؟ منوچهر خان میتونه وکیل خودش رو بگیره، شما میتونین وکیل خودتون رو بگیرین، به منوچهر خان چه مربوطه؟ منوچهر میتونه وکیل خودش رو بگیره، شما میتونین، ببخشید منم میتونم وکیل خودم رو بگیرم. راجب دستمزد آقای وکیلم همین الان صحبت کنین که بعدها مواجه با اشکال نشین خانم. راجب دستمزدم شما همین الان با یه وکیل، ببخشید یه لحظه گوشی خدمتتون. میشه ازتون خواهش کنم اجازه بدید من تلفنمو بکنم؟ تلفنتون رو بکنید، من دارم تمام تجربیاتمو به طور رایگان در اختیار شما میذارم. خیلی ممنون. یه وظیفه ملی و میهنی منه، من اگر تجربیاتمو در اختیار شما نگذارم برم در اختیار کی بگذارم؟ برم بغل خیابون وایسم یه کره یا مکزیکی پیدا کنم بگم بیا اینجا من تجربیاتمو به رایگان در اختیار تو بگذارم؟ مگر آخه شوخیه خانم؟ خب آدم وظیفه داره که به هموطنش کمک کنه. به هر حال آقای دکتر شما از طرف من وکیل هستید، من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم، از خونه‌شم اومدم بیرون، میخوام آزاد باشم مثل یک پرنده. نه هیچ دعوایی هم نبوده، به هر حال یه چیزی که بعد تمام میشد. بله بله گوشی دستم. میبخشی خانم که فضولی میکنم، اینجا آمریکاست، بزرگترین کشور سرمایه‌داری عالم. راجب دستمزد آقای وکیل همین الان صحبت کنید، بعدها مواجه با اشکال میشینه. آخه بابا برای آزادی هم باید پول خرج کرد. خانم آزادی گرونترین متاع دنیاست، برای آزادی جون میدن، خون میدن، شما نمیخوای پول بدی؟ Yes, I'm fine, thank you. این سکرتر آمریکایی وکیل است. پس راجع به پول میخواد صحبت کنه. معمولا وقتی موضوع پول میشه سکرتر آمریکایی رو میفرستن رو خط. Yes, I'm ready. Go ahead. How much? 2500. آره 2500 حدودا همین قیمته. آره یه کمی هم میشه چونه زد خانم. Yeah. How much? From 8,000 to 10,000. اگر مواجه با اشکال بشه و منوچهر خان ادا اصول در بیاره و لجبازی کنه، بله بین 8 تا 10 تا خرجش. Excuse me, may I talk to doctor please? He's busy. What is it? Oh, he's busy. credit card? No. My credit card is not ready yet. No, that's okay. I will call you later. Okay, bye. Poor. بزرگترین مشکل قرن ما خانم پوله. میگفت که اگه هر دومون رضایت بدیم که خب خرجش خیلی کمتره، همه حدود 2500 دلار اینجورا. اگه این بخواد لجبازی کنه و کارو به دادگاه بکشه که بین 8 تا 10000 تا خرجشه. عرض کردم خدمتتون خانم، با خود بنده مشورت میکردیم به طور رایگان بهتون میگفتم چقدر خرجشه، احتیاجم نداشت به آقای وکیل تلفن بزنم. Thank you.
بختتون بلنده خانم. بله. شما درست مثل دانشجویانی که تا فارغ التحصیل میشن براشون کار پیدا میشه، هنوز طلاق نگرفته عاشق پیدا کردی. کی؟ همون کسی که به شما گل داد. ایه غلط کرد. همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. خواهش میکنم با گلی که عاشقتون بهتون داده بی اعتنایی نکنید. آخه ولگرد کثیف چه میدونه عشق چیه؟ خانم شاید همین ولگرد کثیف ولگردی و کثافتش به خاطر عشق باشه. عاشق یک دیوانه ایست که به خاطر عشق سر به بیابان میگذاره. خب اینجا تو لس آنجلس بیابون نیست، سر به پارک گذاشته خانم. میگه عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلم، زنجیر جنون فکن در پای دلم. شما شاعرم هستی؟ شاعر نیستم، اما یه مدتی توی که از این رستوران لس آنجلس خانم شب شعر را انداختی. جاتون خالی، از همون اول شب تمام کسانی که برای شنیدن شعر آمده بودن، هرچی کباب کوبیده و دل و جیگر و قلبه و دنبلان بود میخوردن، آخر شب مجبور بودیم دوا درمونشون کنیم. خب چرا ادامه ندادیم؟ بالا یکی از همین شبها که دوستداران شعر و ادب داشتن فقط میخوردن و کسی به شعر توجهی نمیکرد، بین دو تا شاعر بگو مگو شد. بله، دو تا شاعر نوپرداز و کهنه پرداز. اول به هم مطلق گفتن، بعد یواش یواش بگو مگو شد و یقه همو گرفتن و جنگ مغلوبه شد. حالا سر چی دعواشون شده بود؟ سر شعر نو و شعر کهنه. مگه سر این چیزا دعوا میکنن؟ خانم الان در حدود 90 ساله در داخل مملکت و خارج از مملکت جنگ سر همین موضوعه. بله، اون صاحب رستورانم برای که پای پلیس به وسط کشیده نشه، یکی یک بطر عرق داد به شعرهای نوپرداز و کهنه پرداز فرستاد. چون رفتن به منم گفت برو، بیا برو فکر یک کار آبرومندانه باش. اون دوتا شعر نوپرداز و کهنه پردازم رفتن عرقا رو خوردن، خودشون شب شعر رو انداختن. با این تفاوت که شب شعر خودشون دیگه دعوا نکردن خانم، چون پای منافعشون در وسط بوده. بله خانم، اینجا مملکت پوله. تو ایران میگفتن پول داشته باش رو سیبیل شان نقاره بزن، حالا اینجا پول داشته باش خانم، خود آقای کلینتون رئیس جمهور این مملکت، رئیس جمهور آمریکا میاد رو سیبیلت برات ساکسیفون میزنه. May I talk to more please? Yes, I hope. Thank you. ببخشید خانم، این تلفن سلولارتون، این تلفن بیسیمتون از کدوم کمپانی گرفتین؟ نمیدونم والا، مال بیزینس شوهرمه. خدا نکنه ما ایرانی ها به تلفن مجانی برسیم. من یه مدتی توی یکی از این کمپانی های تلفن سلولار، تلفن های بیسیم میفروختن کار میکردم خانم. تلفن مجانی به سراسر دنیا، تلفن به ایران، به اروپا، به آلمان، انگلیس، ایتالیا، به فرانسه، حتی به استرالیا. دوستان تلفن جینا لولو بریجیدا رو پیدا کرده بودن، دو دفعه تلفن زدن به جینا لولو بریجیدا. جینا لولو که پیر شده. پیر شده که با ما حرف میزنه، اگه جوان بود که با ما حرف نمیزد. یه دفعه هم تلفن کردیم تهران به منزل آقای رفسنجانی، تلفنش از یکی از رفقا که تو شرکت تلفن تهران کار میکرد گرفتیم. خانم خودم زنگ زدم، رفسنجانی خودش گوشی تلفنو برداشت، گفت بسم الله تعالا. گفتم کجا بودی تا حالا؟ گفت شما کی هستین؟ گفتم من وزیر، آقای وزیر از لس آنجلس. گفت چه کار داری آقای وزیر؟ گفتم میخوام ببینم آقای رفسنجانی شما و دار و دستت به سلامتی کی میرین که ما بیام یه خورده وزارت کنیم. گفت تا موقعی که وزیری مثل تو لس آنجلس داریم، ما اینجا محکم سر جامون نشستیم. اینو گفت و گوشی تلفنو قطع کرد. الو منو چه؟ منم. ببین خیال جر بحث با تو رو ندارم، یا با خیر و خوشی هستم جدا بشیم. ها؟ بله بابا، اون میلیونر خوشقد و بالای تر و تمیز هنوز اینجاست. بله بله، اون مرد خوشتیپ و جذابم کنارمه، حرف عوض نکن. سلام برسونی. ببین من با وکیل صحبت کردم، میگفت اگه هر دومون رضایت بدیم که خب خرجش خیلی کمتره، اگه تو بخوای لجبازی کنی و کارو به دادگاه بکشه که خرجش بله بین تا 10,000 دلار هستش. بله باهات شوخی هم ندارم، من شازده، من همیشه هم شازده بودم. بله بله، تفاوت هست بین شازده و شاهزاده. اوه خوبه خوبه خوبه، یاد رفتن خواهر پوزود، خودشو واقعا شازده میدونست، همیشه میگفتش که شوهر سابقش عمه‌زاده خواهر ناتنی زن سوم دایی زن چهارم خواهرزاده ولیعهد احمد شاه بوده، پس از خانواده قاجاره و شازده است. شوهر سابقش برادر عموزاده زن نات چی شد؟ اینجوری که هممون شازده میشین. تازه آبجی جنابانه ادعا میکرد که ساعتها رنگ شازده خانمو برای اون خونده.
یادش به خیر آهنگ شازده خانم. شازده خانم چه پاکی و چه بیریا. من یه عمر شازده بودم، از سرتم زیاد بودم. ملکه مادرم جد آبادته. من لیدی دایانام، من یه عمر با نجابت زندگی کردم. لیدی دایانا تفلکی زیاد نانجیب نیست. تو خودت مثل پرنس چارلزی بی ارزه و ترسو. بی ارزه و ترسو، بله این شاید درست باشه. تمام زندگی رو به شوخی گرفتی. زنی مثل دسته گل تو خونت بود، قدرش رو ندونستی، بدبخت. اون موقع که وضع مالیمو تو ایران خوب بود، میشد یک نفسی کشید که از دست مادر و خواهرت کشیدم. اینجا هم که فکر و ذکرت شده به دکاریات، خب طلاقم بده که راحت شی. به درک که کار داری؟ یه خود به فکر زن و بچت باش. اون پسر طفل معصوم ما که از دست اخلاقای گندتش وقت تو خونه نیست. الو صدا به طور کلی قطع شد. باتریش تموم شده خانم. این باتری هم بالاخره یه عمری داره. ایشالا که عمر من تموم بشه که از دست همه راحت شم. خدا نکنه شازده خانم عمر شما تموم بشه. دو تا مغازه این پایین تر بغل همین پارک، این چهار راه، یه مغازه تلفن سلولاره که مال یکی از دوستان منه. الان میرم اونجا، یا میدم یک باتری نو براتون روش بذاره، یا باتریشو شارژ بکنه شازده خانم. خیلی ممنون آقای وزیر. خواهش میکنم شارژ. شما خوبه؟ شما ایرانی هستی؟ حال شما خوبه؟ در بسیاری از موزه های به نام جهان آثار با ارزشی است که از سراسر جهان به دیدن آنها می آیند و شهرت و افتخار موزه ها به داشتن این آثار بسیار گرانبهاست. آثار تاریخی و باشکوه ایران نیز در میان شاهکارهای جهان می درخشند. فرش های ایرانی، دسترنج و افتخار هنرمندان ایرانی در میان آثار با ارزش موزه ها درخششی چشمگیر دارند. بسیاری از کاخ‌های باشکوه جهان با فرش‌های ایران تزیین شده‌اند. گالری فرش توسی در قلب لس‌آنجلس موزه‌ای است از فرش‌های استثنایی و با ارزش ایران. ۱۰۸۲۵ سانتا مونیکا بولوارد، لس‌آنجلس، کالیفرنیا 925. شماره تماس 310-44-10-100. پزشک شما بهتر است دوست شما باشد. دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد. 435 نورت بدفورد درایو، سویت 310، بیورلی هیلز، کالیفرنیا 90210. شماره تماس 310-858-1800.